سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید به یکی دیگه از ویدیوهای کانال ما زبان دات. من مهناز هستم و توی این ویدیو ادامه زمیرها رو داریم. نمیدونم ویدیوهای دومیم یا ویدیوهای سوم قرار باشه از ادامه ویدیوهای زمیرها، و توی این جلسات میخواییم در رابطه با زمیرهای ملکی و صفات ملکی، اون چیزهایی که در واقع مالکیت رو میرسونن، صحبت بکنیم و نکاتشون رو یاد بگیریم که در جمله چطور استفاده میشن و استفاده درستشون به چه شکلی هست. اوکی، اما بریم سراغ possessive adjectives، یعنی صفتهای ملکی. ولی قبل از اینکه بریم و آموزشمون رو شروع بکنیم، مطمئن باشید که کانال ما رو سابسکرایب کردید، زنگوله بغلش رو هم فعال کردید که از اینجا به بعد ویدیوها به محض آپلود شدن به دستتون برسه، مطلع بشید، تشریف بیارید ببینید و کلی نکته یاد بگیرید. possessive adjective یا صفتهای ملکی. چرا به اینها میگیم صفت ملکی اما داریم توی خانواده ضمیرها بررسیشون میکنیم؟ ببینید بچه ها، یکی از جایگاه های صفت در انگلیسی قبل از اسمه، یعنی اسم، اگر اسمی وجود داشته باشه و بخوایم برای صفتی رو لحاظ بکنیم، قبل از اون اسم قرار میگیره. و چرا ما به این خانواده میگیم adjective possessive؟ possessive که یعنی ملکی یا مالکیت، یعنی از ملکی بودن یا مالک بودن یه چیزی صحبت میکنه یا یه شخصی. adjective هم یعنی صفت، میشه صفت ملکی. چرا به اینها میگیم صفت؟ بهتون توضیح میدم. قبل از اینکه بریم حالا اون رو بررسی بکنیم، از possessive adjective یه تعریفی رو داشته باشیم. describes who owns something یعنی چی؟ یعنی توصیف میکنه، توضیح میده who owns something، این که چه کسی مالک چه چیزی هست. مثلا من مالک یه چیزی هستم، من مالک این ماژیک، این ماژیک مال منه، من مالک این ماژیکم. اینها میان و از مالکیت در واقع به ما میگن. و نکته دوم، we placed them before a noun. این قسمت خیلی مهمه. before a noun یعنی قبل از یک اسم این صفت ها قرار می گیرن. یعنی چی؟ ببینید، بیاید بررسی کنیم با هم. اول شخص possessive adjective ها برای singular یا برای مفرد ها این لیستشون هست. اول شخص my، دوم شخص مفرد your، سوم شخص برای مفردها his، که این برای مذکر، و her برای مؤنث یعنی برای خانم ها، و it برای اشیا و یا حیوان استفاده میشه. my، your، his، her، its، singular، اینها برای مفردها بودن. our یا our، your، their. پس our، your، their. اول شخص جمع یعنی مال ما، your دوم شخص جمع مال شماها، و their مال آنها. چرا به اینها میگیم adjective؟ Because we placed them before a noun. اینها همیشه قبل از یک اسم قرار میگیرن. یعنی چی؟ به عنوان مثال my یعنی مال من plus noun همیشه باید بعد از اینها یک اسم قرار بگیره. هرگز اینها رو، این لیست، چه برای سینگولر و چه برای پلور، به صورت تنها اینکه یه دونه مای باشه و بعدش هیچی قرار نگیره توی جمله نمیبینید. بیاید با یک مثال معناهای اینها رو درک بکنیم و بعد بریم مثالهای تخته رو بررسی بکنیم. مای یعنی مال من، book یعنی کتاب. وقتی که من مینویسم my book یعنی چی؟ my book یعنی کتاب من، کتابی که مال منه. شما هرگز نمیتونید my رو به صورت تنها بیارید، یعنی اینجا بگید book اصلا وجود نداشته باشه. my book، my sister، my brother،
بعد از اینها احتیاج هست که حتما یک اسمی قرار بگیره. اما بیایید سراغ مثال ها. This is my car. فکر کنید اینجا یک ماشینی هست و ما داریم در موردش صحبت میکنیم. This is my car. این ماشین منه. My car. ماشینی که مال منه. ببینید my possessive adjective برای اول شخص و بعد از اون حتما یک اسم قرار گرفته. This is her car. Possessive adjective و بعد از اون حتما یک اسم قرار گرفته. Her برای چی هست؟ مؤنث. This is her car. Her car. فرض کنید من و شما داریم صحبت میکنیم، اینجا یه شخصی ایستاده، یه خانوم هست، میگیم This is این ماشین اونه، او یک خانومه. زمانی که her رو میشنوم متوجه میشم او یک خانومه و از مالکیت میگه her car، یعنی ماشین او. This is his car. This is his car. His برای مذکر. This is his car. باز من و شما داریم صحبت میکنیم، یا آقا اینجا ایستاده و در مورد ماشینش This is his car، یعنی ماشین او، ولی او از his متوجه میشیم یک آقا هست. بنابراین his رو داریم و باز بعد از اون حتما یک noun رو. پس possessive adjective ها حتما باید بعدشون یک اسم یا یک noun قرار بگیره و حتی حالت جمعشون. For example میگیم This is our car، یعنی این هست ماشین ما، our car. اما نکته مهمی که باید در رابطه با possessive adjective ها نکته مهم دیگری که رعایت بکنید برمیگرده به این فرم از کل اینها، It's your و in your، برای singular و plural. ببینید ممکنه که شما its رو بیایید با این حالت اشتباه بگید بچه ها، یعنی its رو داشته باشید و اینجا یه اپاستروف بذارید، اوکی؟ و فکر بکنید که این دوتا یکسان هستن، در حالی که به هیچ عنوان ربطی به هم ندارن، در حالی که تلفظشون یکسانه. یعنی ممکنه its رو و این its رو اشتباه بگیرید. فرقشون رو بهتون بگم. It's وقتی که یه اپاستروف این بالا وجود داره، ببینید، و حالتی که اصلا هیچی این بالا وجود نداره. اگر توی این دیکته باشه این مخفف شده it is هست، یعنی on است. ولی زمانی که این بالا یه ویرگول مانند یه اپاستروف، به این میگیم اپاستروف، وقتی چنین چیزی وجود نداره که به این شکل هست it's، این همون حالت مالکیت یا possessive adjective هست. پس زمانی که اپاستروف این بالا وجود داشته باشه ربطی به مالکیت نداره و مخفف it is یعنی on است، و زمانی که هیچ اپاستروفی وجود نداره it's برای مالکیته که به همین شکله، اوکی؟ و همچنین در رابطه با your هم دقت بکنید که اگر your رو به این شکل دیدید که این بالا، اینا رو من جدا بکنم، اگر اینجا اوکی your به این شکل داشته باشید این مخفف شده you are، یعنی شماها هستید یا تو هستی، اوکی your you are، و ربطی به مالکیت نداره. You are یعنی شماها هستید یا تو هست، شما هستید. اما زمانی که بدون اپاستروف هست توی حالت مالکیته که باز باید بعدش چی قرار بگیره؟ یک اسم. پس اینجا هم در حالت چی؟ مالکیته. پس it's تلفظ‌ها یکسان اما با نوشتارهای متفاوت معناهای کاملا متفاوت دارن، و همچنین your نوشتارهای کاملا متفاوت اما تلفظ‌های یکسان your و این you are هست، این هم مالکیت. بیاید دو تا مثال از اینها بررسی بکنیم.
ببینید اینجا It's a beautiful house. It's a beautiful house. اگر دقت بکنید این اس رو من خورده بیارم این طرف تا اپاستروفی این بالا اوکی بذارم پاک شد. It's a beautiful house. وجود داره یک اپاستروف. پس متوجه میشم که این مخففه it is هست. یعنی on است. A beautiful house. یعنی یک خونه زیبا و قشنگ. Its door is green. Its door is green. آپاستروفی وجود نداره. پس این حالت از مالکیته که بعدش noun هم قرار گرفته. پس its door اینجا برای چی هست؟ مالکیت. یعنی در آن It's a beautiful house. یعنی خونه قشنگیه. Its door is green. درش سبز رنگه. درش یعنی دری که مال اون یا مال این خونه است سبزه. پس دقت بکنیم اینجا ربطی به مالکیت نداره. مثال بعدی You're a nice teacher. ببینید اینجا آپاستروف وجود داره. پس با این نوشتار مخفف چیه بچه ها؟ You are. You are. تو هستی یا شما هستید a nice teacher یا معلم خیلی nice و خوب. So بنابراین your آپاستروفی وجود نداره و پس برای مالکیته. Your students like you و بعدش هم یه چی اومده بچه ها؟ noun یا یک اسم قرار گرفته. پس مالکیت اینجا هم یعنی دانش آموزان شما like you دوست دارن. You're a nice teacher, so your students like you. تو معلم خیلی نایس و خوبی هستی، پس دانش آموزات خیلی دوستت دارن. در این حالت هیچ ربطی به مالکیت نداره، اما اینجا برای possessive adjective ها هست و در حالی که تلفظشون کاملا یکسانه. پس اینها رو اشتباه نگیرید، بعد اینها بلافاصله یک noun میاد، ولی اینجا دیگه نامی وجود نداره. این دو ویدیو که مرتبط با درس امروز هست و پیشنهاد میکنم حتما ببینید و اگر دوست داشتید کانال زبان دات رو سابسکرایب بکنید که از اینجا به بعد ویدیوهای بیشتری در زمینه آموزش زبان بتونید دریافت بکنید.